سلام، من مهسا محمدی‌فر هستم، روانشناس بالینی و مربی دوره مهارت‌های زندگی نوجوانان وفور. اونقدری که برای دوستان وقت میذارم، هیچ کدومشون هوامو ندارم. اجازه ندارم برم دنبال رشته‌ای که دوست دارم. به خودم اطمینان ندارم و مدام میگم تو نمیتونی. باید اول باشم، از دوم بودن بدم میاد. هر کاری میکنم بازم خوب و کامل نیستم. همیشه عجله دارم و نمیتونم صبور باشم. خیلی مضطربم، کسی از من خوشش نمیاد چون احساساتمو نمیتونم نشون بدم و حرف نمیزنم، در حالی که نمیدونم من خجالت میکشم. خانواده‌ام منو جدی نمیگیرن. بگو نادیرشون شده. خودت چرا نمیگی؟ چی گفتم مگه؟ از مادرم ناراحتم، اما نمیتونم بهش بگم. اونم منو درک نمیکنه. نمیتونم پدرمو به خاطر کارهایی که کرده ببخشم. هر چقدر که تلاش کنم، بازم برای پدر و مادرم کافی نیستم. برام سخته که با آدم‌ها ارتباط برقرار کنم. مسئولیت پذیر نیستم، حتی اگه کاری رم دوست داشته باشم. از اینکه نمیتونم متمرکز باشم، از خودم بدم میاد. من مسبب مشکلات بقیه هستم و باید بابت وجود داشتنم معذرت خواهی کنم. نمیتونم هدفمو پیدا کنم. حس میکنم اضافه هستم و به هیچ تعلق ندارم. همه چی توی زندگی من خوبه، اما نمیدونم چرا خوشحال نیستم. در مورد مشکلاتم صحبت نمیکنم و وانمود میکنم همه چی خوبه. برای دوستام زیاد مهم نیستم. توی مدرسه هم کافی نیستم. کافیه یه روز عصبانی باشم تا خانواده‌ام بهم بگن ببین دختر فلانی چجوریه و مقایسم کنن. وقتی میخوام کار رو شروع کنم، انگیزم رو از دست میدم. فکر میکنم دوست داشتنی نیستم. عزیزان، نوجوانی سن حساسیه. طبق مطالعات و مقالاتی که در دسترس داریم، ما در عصری زندگی میکنیم که با موجی از ناامیدی، بی انگیزگی، کاهش تمایل به فعالیت‌های اجتماعی، کاهش علاقه به برقراری روابط خارج از دنیای مجازی، کاهش مسئولیت پذیری و موارد دیگه از این قبیل در نوجوانان روبرو هستیم. تنش‌های ناشی از روابط خانوادگی و روابط با دوستان، تغییرات بدنی، احساسات ناپایدار که میتونه به بی انگیزگی و ناامیدی تبدیل بشه، کاهش علاقه به برنامه ریزی، الگوهای رفتاری ناسالم، کاهش بهره‌وری تحصیلی و خلاقیت، بی تفاوتی و اختلال خواب، کمرویی و خجالت و بسیاری موارد این چنین بخشی از مشکلات نوجوانا تو این دوره از زندگیشون هست. آیا فکر میکنید اینها فقط به دلیل بحران نوجوانیه و با گذر زمان حل میشه؟ متاسفانه باید بگم اینطور نیست. گذر زمان اگر بدون آموزش دیدن و نگرفتن کمک تخصصی باشه، فقط به نوجوانها کمک میکنه که بهتر مشکلاتشون رو پنهان کنن، در حالی که اون مشکلات و مسائل همونجا هستن و دارن اثرشون رو میگذارن. ما اینجا هستیم تا به نوجوانهای شما کمک کنیم خودشون رو بهتر بشناسن، استراپاشون رو ببینن، بتونن مدیریت کنن، یاد بگیرن برنامه ریزی کنن، علاقشون رو بشناسن و هدفشون رو تعریف کنن، با والدینشون و دوستاشون به جای دعوا و قهر درباره مشکلاتشون گفتگو کنن و اونها رو مسئولانه و محترمانه حل کنن. ما به نوجوانها یاد میدیم همه مهم هستن. کمکشون میکنیم مسئولیت پذیرتر باشن و توانایی‌هاشون رو بشناسن و زندگی کنن. راهنماییشون میکنیم دیدشون به دنیا و پدیده‌ها پخته‌تر بشه و در این حال از نوجوانی و این سن پرشور و حال لذت ببرن. توجه داشته باشید که اگر نوجوان‌ها تو این سن آموزش تخصصی نگیرن، ممکنه این برهه رو با آسیب‌ها و هزینه‌های زیادی پشت سر بگذارن که مسلماً اثرات این آسیب‌ها توی دوره‌های بعدی زندگیشون میتونه اونها رو به چالش بکشه. پس لازمه هممون کمکشون کنیم تا این دوران رو سلامت و با آسیب کمتری پشت سر بگذارن. پدر و مادرهای عزیز، ما تو مسیر پرفراز و نشیب نوجوانی برای آموزش به فرزندان شما و کمک به کاهش چالش‌های این دوران صمیمانه در کنار شما هستیم. من مهسا محمدی‌فر هستم، روانشناس بالینی، مربی دوره مهارت‌های زندگی نوجوانان وفور. فرقی نمی‌کنه که کجای کشور و با چه سطح فرهنگی و مالی هستید. همه نوجوانان عزیز به این آموزش نیاز دارند.